پنجره ها همه چوبیه. امروز میخوایم با هم بریم یکی از عمارت‌های قدیمی تهران رو ببینیم به نام امارت مسعودیه که مربوط میشه به زمان قاجار. این امارت حدود 150 سال پیش ساخته شده در زمان قاجار و حالا اون موقع چون که خیلی رفت آمد میکردن به اروپا، معماریش هم حتی تحت تاثیر معماری اروپایی هست یه جورایی و کلا خیلی اتفاقای زیادی تو این بنا افتاده طی این سالها، مخصوصا در زمان مشروطه. و حدود 120 سال پیش این عمارت رو یک خانومی به نام همدم و سلطنه به قیمت 50,000 تومان یا حالا حدود $20,000 اون موقع میخره و صاحب اصلیش میشه. و بعد در زمان پهلوی رضا شاه این بنا رو از خانوم همدم و سلطنه میخره و تبدیل میشه به وزارت فرهنگ. الان هم که این عمارت در اختیار سازمان میراث فرهنگیه. خب حالا بریم با هم یه نگاهی به این عمارت بندازیم. البته الان هم در حال بازسازیش هستن و یه جوری حالا بعضی از قسمتاش هم فکر میکنم نمیتونیم ببینیم، ولی حالا یه نگاه کلی میشه به خود ساختمون و حیاتش و فضای سبزش هم بندازیم. این البته الان ورودی عمارت هست، اینجا که دارید میبینید از این سمت، که در واقع اون زمان یه راهی بوده برای عبور کالسکه. خیلی درختای زیادی هم تو این باغ وجود داره. امروز هم البته خیلی بادی هستش، خیلی باد میاد امروز، یه اواخر شهریور هستیم. این بنا، این در واقع این عمارت قسمت‌های خیلی زیادی داشته، فکر می‌کنم حدود 7 قسمت داشته که حالا همشون از طریق حیات به هم ارتباط داشتن. این ساختمونی هم که می‌بینید ساختمون اصلی خود امارت مسعودیه هست. حالا می‌بینید همینجوری هم که توی تصویر مشخصه اونجا رو دارن بازسازی می‌کنن. اینجا هم یه کالسکه هست که البته توی اون زمان از اینا استفاده میکردن. همون راه ورودی که بهتون نشون دادم محل تردد این کالسکه ها بوده. معماری خیلی زیبایی داره این عمارت. یک ساختمون هم حالا اون سمت هست، اونم بریم یه نگاهی بندازیم. پنجره ها همه چوبیه. ستون ها هم خیلی قشنگه، ستون هایی که حالا جلوی این بنا کار شده. اینجا همه در حال بازسازیه فعلا. البته مدت خیلی زیادی که دارن این کار رو میکنن، در حال بازسازی هستن. تو قسمت‌های مختلف این عمارت هم یه سری کاشی‌کاری‌هایی می‌بینیم. جالبه. البته همونطور که گفتم معماری اینجور بناها تو زمان قاجار یک مقدار تحت تاثیر معماری اروپایی بوده. این تلفیقی از معماری ایرانی و اروپایی بوده، کاملا مشخصه. خیلی جالبه. حالا عمارت به این بزرگی اون زمان به قیمت حدود 20,000 دلار خریداری شده توسط خانم همدم و سلطنه. اون موقع هر تومن ایران حدود 2.5 دلار بوده. اینجا هم که قسمت فضای سبز باغو میبینید. حالا این بغل هم یه راه داره، از اینجا بریم این قسمت هم یه نگاه بندازیم. متریالش هم کاملا آجره. این بالاش هم حالت تاقی شکل داره. پشت ساختمون هم دوباره درای چوبی، اون بالا هم شیشه هاش رنگیه. یه حوض هم که قسمت وسط این یکی ساختمون هست. و روبروی این حوض هم دوباره یه بنای دیگه هستش. واقعا معماریش قشنگه. نزدیکترم حالا نشونتون میدم. این چه کاشیکاری های واقعا جالبی داره. بازم اینجا پنجره ها و درهای چوبی کار کردن و این قسمت هم خیلی جالبه طراحیش. فکر کنم توی فیلم هم حالا به خوبی دیده میشه. اینجا هم دوباره یه قسمت دیگه از این عمارتی که بریم ببینیم با هم. دقیقاً مثل اکثر ساختمونایی که اون موقع بوده یک حیاط و حوض وسط هست و اتاقا و اینا اطراف حوض قرار داره. اینم بریم یه نگاه بندازیم. اینجا عکاسخانه هستش ولی خب حالا فعلا کار نمیکنه دیگه. این امارت فعلا در حال بازسازی هستن داخلش. البته میگم خیلی مدت زیادیه و حالا احتمالا به شکل خیلی بهتری در میاد. هم جالبه روی تنه درخت این کارو انجام دادن. اینجا هم که دوباره همون مسیره ابتدایی است که واردش شدیم و مسیر خروج هم همینجا هست. سردرش هم البته خیلی زیباست. حالا بریم ببینیم با هم. هست. در پایان ویدیو هم باید بهتون بگم که حالا اگر که خواستید بیاد این عمارت رو ببینید، بهترین راهش حالا اگر بخواید با مترو بیاد اینه که از طریق مترو خط 2 ایستگاه ملت پیاده شین، یه مقدار بالاتر سمت خیابان امیرکبیر خیلی راحت این عمارت رو میتونید ببینید. اگر با وسیله شخصی هم بخواید بیاد، با ماشین باید بیاد میدان بهارستان به سمت پایین خیابان امیرکبیر و از این عمارت دیدن کنید. خیلی ممنون که تو این ویدیو هم با ما بودید. امیدوارم خوشتون اومده باشه. اگر خوشتون اومده لایک کنید، حتما سابسکرایب کنید کانالمون رو تا انرژی داشته باشیم ویدیوهای بهتری هم براتون بسازیم. خیلی ممنون.